در ماجرای همین خشکی و گرمی که پیش اومد در کشور دوباره به صحبت های دو سه سال پیش بنده بخش‌هایش استناد میکنن اون هم باز برمیگشت به مسائل سیاسی حالا من بزرگترین اینا رو به مناظره دعوت میکنم به جای جواب این نوچه هاشون منازم به جنبان. در که پاسخ های من هست توییت دو سال پیش من در پاسخ با آیه اردلان مجری شبکه بی بی سی موجوده که گفتم ما هم بارندگی زیاد خواهیم داشت هم گرمای زیاد خواهیم داشتش و این چیز جدید نیست مال دو سال پیش همون موقعی که سیل اومد مملکت رو برداشت بود و توییت دیگری 19 جوان 2019 زدم که این هم موجوده یعنی اکانت قبلیمون بسته شده من تا تو شبکه اجتماعی تو گوگل کنید اصلا میاد تو سایت کانال خود مساف هستم اون موقع بارگذاری شده که کلیپی رو بنده انتشار دادم که نری روش صحبت میکرد و متن توییت هم این بود وقتی از نواسانات اقلیمی سخن میگوییم منظور من چیست؟ از جت استریم چه میدانید؟ علت بارش, بارش های فراوان امسال در نقاط مختلف کشورمان چه بود؟ این امسال چرا با وجود بارش های مناسب باید همان سال احتمالا به استقبال تابستان گرم رفت؟ یعنی داشته باشید خب یعنی ممکنه همزمان باشه بله توضیح دادم شاید عجیب بیاد یه پدیده جوی واحد بتونه آتش سوزی جنگل های سوئد و روسیه در سال 2018 و موج سرما و بارون و سیلاب فراگیر در ایران رو توضیح بده برای درک مسئله باید با جریان های جوی آشنا بشیم که به نام کلی جت استریم خونده میشن یکی از اصلی ترین این جریان ها در نیمکره شمالی از استوا به سمت قطب و از غرب به شرق هست علتش اینه که ستون هوای گرم استوایی به سمت هوای سرد قطبی جاری میشه و محور گردش زمین این جریان جنوبی شمالی رو به سمت راست و در جهت غربی شرقی منحرف میکنه به تاثیر گردش وضعی زمین روی جهت جریان هوا کوریولیس گفته میشه به طور معمول در حرکت از غرب به شرق بیشتر رطوبتی که بادها از اقیانوس اطلس برداشتند روی اروپای غربی به صورت برف و بارون میریزه اما گرمایش زمین در این جریان تغییر ایجاد کرده اولا حجم بخار آب برداشته شده از دریا خیلی بیشتر شده دوما چون گرمایش زمین به دلیل آب شدن یخها باعث شده قطب بیشتر از استوا گرم بشه اختلافی که جریان هوای گرم استوا به سمت قطب رو باعث می شد داره از بین میره حاصل قضیه اینه که جریان جت استریم مختل شده کند شده و حالت سینوسی پیدا کرده در نتیجه گاهی قسمت گرم و خشک این جریان هفته ها در منطقه قفل میشه و موج گرما و آتش ایجاد میکنه در سال 2018 قله این موج سینوسی تا اسکاندیناوی و شمال غرب روسیه کشیده شد و جنگل را سوزوند. قسمت سرد و بارانزا و طوفانی هم تا مدارهای پایینتری کشیده شده و ایران را گرفته و بارش های سنگین و طولانی ایجاد میکنه. به این پیچ و تاب سینوسی جت استریم میاندرین گفته میشه که پدیده جدیدیه. در اثر گرمایش زمین و ذوب یخ قطب اقیانوس آبی بیشتر اشعه جذب میکنه و چرخه تشدید ایجاد می که جت استریم رو مدام بیشتر آشفت و مختل میکنه و این پیش بینی های هواشناسی رو در آینده بسیار سخت خواهد کرد این مال دو سال پیشه همون بوقم هم عرض کردم ببینید در مجموع سهم ما از بارندگی بیشتر خواهد شد اما بارندگی های مقطعی فراوان همین الان وسط تابستون داره بارون میاد مناطق کشور رو سیل برده مناطق دیگه گرمه جریان های آب و هوایی تغییرات جدی کرده و موج سینوسیش داره به سمت ما میاد ببینید اینطور برای شما عرض بکنم بخاراتی که بخارات آبی که از استوا بخار میشه و هوای گرم در واقع بلند میشه به سمت قطب شمال میره به سمت در واقع منطقه سرد میره با گرم شدن کره زمین قطب شمال کوچکتر داره میشه و این جریان رو به سمت خودش یعنی جریان هوای گرم رو به سمت خودش نمیکشه یعنی یک شما کره زمین رو فرض بکنید یک حرکتی از سمت استوا به بالا داره و خود گردش زمین هم باعث میشه یک حرکتی از غرب به شرق داشته باشه خب این دوتا رو که تو امان کنار هم دیگه قرار میدیم این جریان مرتوب آب و هوایی رو میکشون داخل کشور اما با گرم شدن زمین و کوچکتر شدن یخهای قطبی این دیگه تا اون حد بالا نمیره و از سمت دیگه همین که قطب داره کوچیک میشه باستاب با نور خورشید هم کمتر شده یعنی باز هم گرمتر خواهد شد و این جریان ادامه خواهد داشت و موجه های سینوسی آب و هوایی رو به وجود آورده جریان آب و هوایی رو به وجود آورده یک موقع این موج مرتوبش روی ایران قرار میگیره میشه همون سیلی که دیدیم و یک موقع دقیقا گرماش روی ایران قرار میگیره شلنگ آبی رو وقتی باز میکنی خیلی فشار آب زیاده شروع میکنه اینطور حرکت کردن یه جا میبینین آب می رو روی یه منطقه روی مو... تو موزایی که میگیره دیگه نمی‌افته. خب بستگی داره کدوم ساله؟ ممکن سال آینده سال وحشتناک با پر از بارندگی باشه برای ما که از اون طرف با سیل داشته باشن مردم بدبخت تابستون گرد و غبار گرما خشکی زمستون باز باید به آب بیاد سیل ببرد کنیم ما باید خودمون آماده کنیم در مجموع بارش خیلی زیادی خواهیم داشت در چور احیا شد که این آقایون در کمال وقاحت اومدن گفتن ما در چور کنیم <تصفح> از آسمان بارون بارید بعد اینا به این سادگی یه سال دو سال حل شدنی نیستش که آبخیزداری فکر کردید مثلا یه کلید برق بزنید یا حل میشه زیرساخت لازم داره سازه های باید احداث بشه و در اون آب هست اما ول است